فقط خبرها. آخرین وداع با استاد آواز ایران تحت تدابیر امنیتی شجریان کنار آرامگاه فردوسی به خاک سپرده شد. همزمان با انتشار گزارش‌هایی از تکمیل ظرفیت بیمارستان‌ها در ایران، روحانی می‌گوید کسانی که محدودیت‌های کرونا را رعایت نکنند از امروز جریمه می‌شوند. لغو مناظره دوم بین دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، ترامپ می‌گوید حالش خوب شده و آماده دیدار با هواداران است. و ساعتی بعد از اعلام آتش‌بس در قره‌باغ، ارمنستان و جمهوری آذربایجان یکدیگر را به نقض آن متهم کردند. سلام و عصر بخیر، خوش اومدید به یک بخش خبری دیگه از تلویزیون فارسی بی بی سی. اسطوره موسیقی سنتی ایران امروز در کنار شاعر بزرگ زبان فارسی به خاک سپرده شد. محمد رضا شجریان که روز پنجشنبه بعد از سالها بیماری به علت سرطان در بیمارستانی در تهران درگذشت، امروز در میان جمعی از نزدیکان و دوستانش در کنار آرامگاه فردوسی در توس به خاک سپرده شد. نیاز به فاصله گیری اجتماعی در میان بحران کرونا و تدابیر امنیتی مسئولان محلی رو که نگران ابراز خشم مردم بودند باعث شد که مراسم خاکسپاری او به صورت محدود برگزار بشه. در این بخش خبری با فرهاد فخرالدینی صحبت خواهیم کرد، اما اول گزارشی از کسرا ناچی. تنین نوای ربنای شجریان در بیرون محوطه آرامگاه فردوسی، آوازی که تلویزیون دولتی ایران علی‌رغم خواست وسیع مردم پخش نمی‌کرد. هزاران نفر از دوستداران او علی‌رغم حضور در محل مجبور شدند خاک سپاری این اسطوره فرهنگی ایران را از بیرون محوطه آرامگاه از صفحه‌های تلویزیون ببینند. شجریان روز پنجشنبه بعد از سالها بیماری به علت سرطان در بیمارستانی در تهران درگذشت، در سن 80 سالگی. استاد موسیقی سنتی که هم در رژیم پیشین و هم در رژیم فعلی زیر بار استبداد نرفت، علی‌رغم سالها محرومیت از آواز خواندن و فعالیت که جایگاه او را در دل میلیون ها نفر مستحکم تر کرد. در گذشت شجریان خیلی از دوستداران موسیقی و فرهنگ ایران را داغدار کرده است، به خصوص که نمیتوانند آنطور که میخواهند برای آخرین بار با او خداحافظی کنند. شجریان مال تمامی دنیاست. این گوشه ای از سخنرانی داریوش پیرنیاکان موسیقیدان در مراسم امروز، مراسمی در میان حضور نیروهای امنیتی. پس چرا در مملکت خودمون نباید این کار بشه؟ باید عزای عمومی اعلام میشه. مردم عزیز که تشریف آوردید، ما آرامشمون رو از شما میگیریم. این همایون شجریان، پسر استاد. ما اعتبارمون رو از شما میگیریم. تمام صبر و شکیبایی ما شمایید. ممنون که آمدید با همه مخاطره ها. من معذرت میخواهم اگر این امکان نمیتونست باشه که میلیون ها نفر پدر رو با دست خودشون به خاک بسپارن. خاک سپاری شجریان امروز مثل خاک سپاری انسان های بزرگ که در میان مردم هستند و جای دارند و فراموش نمیشوند. کسری نجی بی بی سی. فرهاد فخرالدینی موسیقیدان و رهبر پیشین ارکستر ملی ایران از تهران با ما هستن. آقای فخرالدینی تسلیت به شما میگم و میدونم که شما با آقای شجریان سابقه همکاریتون به پیش از انقلاب برمیگرده. در برنامه گلها با هم چندین بار کار کردید، کارهایی رو تنظیم کرده بودید و رهبری ارکسترش رو به عهده داشتید که ایشون خوندن. کمی به ما بگید که قبل از انقلاب آیا در او فردی می دیدید که تبدیل به محمد رضا شجریانی بشه که امروز شد؟
بله، عرض شود که ابتدا میخوام به خانواده استاد عزیز شجریان عزیز دوست دیرینم تسلیت بگم و همینطور به ملت هنر دوست ایران، و بسیار متاسف هستم که در مراسم با شکوه و افتخارآمیز دوست عزیزم نتونستم شرکت کنم برای اینکه بیمار بودم. من آقای شجریان رو از سال 1345 شناختم و همینجور که فرمودید حضور او در اون اولین آشناییمون در ارکستر گلها بود که با متانت خاصی آمدند و بسیار دیدیم که برای اولین بار بود، اصلا حیرت کردیم که یک چنین خواننده جوان و با استعداد با اون شکوهی که واقعا در صداشون بود در ابتدا باشون آشنا شدیم و از همون ابتدا مهرش بر دل من نشست. و چندی بعد که رهبری ارکستر رادیو تلویزیون ملی ایران رو بر عهده گرفتم، یکی از همکاران بسیار خوبم آقای شجریان بود. قطعات بسیاری با هم ضبط کردیم، اجرا کردیم. قطعه‌ای برای اولین بار یادم هست که براشون نوشتم، قطعه‌ای برای آواز بود در چهارگاه که در واقع جواب آواز رو ارکستر میداد. این کار تا اون زمان سابقه نداشت و آقای شجریان با مهارت کامل از عهده این کار برآمد. با شعری از سعدی که اگر دستم رسد روزی که انصاف از تو بستانم، قضای عهد ماضی را شبی دستی دار شد. بل بسیار واقعا تجربه با ارزشی بود و این برنامه در تالار وحدت اون زمان که الان اون زمان تالار رودکی نامیده میشد و کنسرت دادیم چند شب. بسیار کنسرت باشکوهی بود، بسیار برنامه خوبی بود و خاطره بسیار شیرینی واقعا از این همکاری دارم. کارهای دیگر زیادی هم با هم داشتیم، چه به عنوان آهنگساز، چه به عنوان اینکه عرض شود که قطعاتی رو براشون تنظیم میکردم و ارکستر رو رهبری میکردم. در هر حال خیلی خوب شروع شد همکاریمون و مخصوصا بعد از انقلاب که خواستیم ارکستر موسیقی ملی ایران رو تشکیل بدیم، به نظر من آمد که بهترین گزینه برای اینکه در این افتتاحیه خواننده توانمندی داشته باشیم آقای شجریان رو در نظر گرفتیم، در کنار هنرمندان دیگر مثل استاد تجویدی، بیژن ترقی، فریدون مشیدی. به هر حال بسیار خاطرات شیرین در هر زمان که باشون کار کردم بسیار با ارزش و خیلی خوب بود واقعا. استاد فخرالدینی، یک اجرایی هم شما یک کنسرتی رو در واقع با ارکستر ملی ایران در اصفهان اجرایی رو کردید، فکر میکنم آخرین کاری بود که با آقای شجریان به صورت همزمان با هم انجام دادید، خیلی زیبا بود، اما اون کار متاسفانه هیچ وقت منتشر نشد و بیرون نیومد. بخش هایی از اون کنسرت رو ما الان آماده داریم، اجازه بدید یکی از اون اجراها رو مرغ حق با شعری از بیژن ترقی بشنویم، بعد برگردیم بیایم با شما صحبت کنیم. Thank you.
بخشی از اجرای معوضا شجریان بود با ارکستر ملی ایران به رهبری فرهاد فخرالدینی که افتخار به ما دادن و با ما دارن صحبت میکنن. آقای فخرالدینی، اون شب بزرگانی حاضر بودند: فریدون مشیری، بیژن ترقی، آقای تجویدی، استاد تجویدی. کمی از اون شب بهمون بگید. ببینید، من میخوام بگم که این در افتتاحیه ارکستر موسیقی ملی ایران ابتدا در تالار وحدت اجرا شد، ولی اجرای همین اجرا رو ما در چند ماه بعد در اصفهان هم داشتیم در کاخ چهل ستون که بسیار باشکوه بود، با حضور هنرمندان بیشمار. یعنی حتی یادم هست که علاوه بر این عزیزانی که ازشون یاد کردید، آقای کسایی، آقای ارحام صدر و بسیاری دیگر از هنرمندان اصفهان و تهران همون شب آمده بودند و در اون فضای دلنشین کاخ جلستون فوق‌العاده بود و این کنسرت برای حدود چند هزار نفر در واقع داشت اجرا می شد و یکی از اون قطعات هم همین قطعه بود که الان پخش کردید که در اونجا اجرا کردیم. این اجرایی که الان دیدیم در اجرای تالار برسلا وحده اجراهای این در کاخ چهل ستون هم هست، متاسفانه به اصطلاح به شکل کامل هنوز پخش نشده. یعنی چه اختلافی پیش آمد که این کار منتشر نشد؟ والا علتش خیلی طولانی است. اگر بخوام کاملا موضوع رو بررسی بکنم بگم خیلی طول میکشه، برای اینکه هنرمندان بسیاری در شرکت داشتن و مشکل بود که به این توافق همشون برسن و هنوز هم به هر حال من امیدم این هست که مجموعه این آثار در نزد من هست. امیدوارم که یک روزی بتونیم منتشر بکنیم و در دسترس همگان قرار بگیره. به هر حال خیلی خاطره زیبایی بود هر دو کنسرت، هم در تهران هم در اصفهان، هر دو بسیار باشکوه بود. آقای فخرالدینی، فکر می‌کنم کم کم داریم به پایان مصاحبه نزدیک میشیم. اگر برای کسانی که میخوان امروز راه استاد شجریان رو ادامه بدن، کسانی که دارن آواز میخونن، فکر میکنید رمز موفقیت او در صدای او چه بود که اونا هم همون مسیر رو برن؟ ببینید، در فرهنگ موسیقی ما انسانیت و اخلاق یه جایگاه ویژه‌ای داره. شجریان هم انسانی بزرگ بود و هنرمند بزرگ آواز ایران هم بود، بسیار انسانی فروتن، متواضع و حقیقتاً میخوام بگم تواضع او عیناً مثل روزهای اولش بود و بعدم که به اون اوج شهرت رسید باز هم همون گونه متواضع بود، فروتن بود، مهربان بود، خیلی انسان دوست داشتنی بود و واقعاً خیلی هم زحمت کشید. بدون اغراق دارم عرض میکنم، یعنی من کمتر خواننده‌ای رو دیدم، کمتر موزیسیانی رو دیدم که به اندازه آقای شجریان زحمت کشیده باشه. خیلی کار کرد و در حقیقت از تمام خوانندگان زمان خودش جلو زد، یعنی گذر کرد و همینطور از خوانندگان پیشکسوت دیگری که در تا اون زمان به هر حال الگو بودن برای همه موسیقی ایران، شجریان پیشی گرفت. و خب من امیدوارم این هنر آموزانی که در حقیقت هنرجویانی که میخوان این راه رو ادامه بدن بدانم که کار سختی در پیش دارن و باید با جدیت تمام کار بکنن و الگوشون هم همواره آقای شجریان باشه و بدونن که به هر حال هنوز هیچی نشده، بی خودی خره نشن، مغرور نشن و انسانی باشن که بدونن که به هر حال در تاریخ موسیقی ما یک بزرگی مثل شجریان وجود داشته که بسیار انسان بالایی بوده. ممنونم از شما آقای استاد فخرالدینی، فرهاد فخرالدینی، موسیقیدان و رهبر ارکستر ملی ایران. براتون آرزوی طول عمر میکنم. تشکر میکنم. اما با گسترش بیشتر ویروس کرونا در ایران، دولت امروز برای اولین بار اعلام کرد افراد و اصنافی که پروتکل‌های بهداشتی رو رعایت نمی‌کنند جریمه خواهند شد. همزمان مسئولان از پر شدن ظرفیت بیمارستان‌ها و کمک گرفتن از ظرفیت دیگر نهادهای نظامی و دولتی خبر دادند. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد. این وضعیت مترو تهران در این روزهایی است که فاصله گذاری مسئله مرگ و زندگی است. سخنگوی دولت امروز شخصا وضعیت را از نزدیک دید. در حمل و نقل نقطه ضعف داریم که مهمترینش اتوبوس و مترو هست. هیچ کدام از مردمی که سخنگوی دولت سراغشان رفت
حرف دلگرم کننده برایش نداشتند. تو این وضعیت کرونا کرایه 3000 تومانی و 9000 تومان دارن ملت میگیرن، ما مجبوریم با مترو بیه 5 صبح میزنیم بیرون، راه نیم ساعته رو 3 ساعت تو راهیم. یعنی اینکه خیلی ها چاره جز استفاده از مترو ندارند. یکی از کانون های شیوع ویروس کرونا در تهران و میزان شیوع این ویروس امروز ابعاد نگران کننده گرفته. بیمارستان ها به حد اکثر ظرفیت رسیدند و حالا از ظرفیت نیروهای مسلح و نهادهای دیگری مثل تأمین اجتماعی و دانشگاه ها استفاده می شود. در چنین وضعیتی رعایت نشدن پروتکل های بهداشتی به این بحران دامن زده. چه این رعایت نشدن از سر ناچاری باشد، چه به خاطر مراسم مذهبی، چه به اسم نظم و قانون، چه از سر جشن و پایکوبی و چه به خاطر علاقه به یک هنرمند محبوب. دولت ایران امروز به اعلام یک سری جریمه های مالی متوسل شد. کسی از ماسک استفاده نکرد 50,000 تومان جریمه خواهد شد. حق نداره از قرنطینه خارج بشه و اگر تخلف بکنه 200,000 تومان جریمه میشه. راننده تاکسی اگر مراعات نکنه 100,000 تومان جریمه میشه و اگر مسافری رو بدون اینکه ماسک داشته باشه بهش خدمت بده و سوار بکنه بابت هر مسافری 20,000 تومان جریمه میشه. و این جریمه ها در مقابل هزینه ها رنگ میبازند. هزینه هایی مثل درگذشت دیروز ولی الله حسنی، یکی از متخصصان سرآمد بیهوشی در ایران که تا روز آخر عمر در حال کمک به بیماران مبتلا به کرونا بود. زنده یاد دکتر حسنی. بهای دیگری که ایران با از دست دادن بهترین فرزندانش میپردازد. سیاوش اردلان، بی بی سی. از محمد کاظم عطاری، پزشک و محقق دانشگاه جورج واشنگتن، در مورد میزان تاثیرگذاری ماسک پرسیدم. داره بر وضعیت. خب ماسک چیزی هست که از ابتدای شیوع کرونا برش تاکید شده بود و هرچی میگذره تاثیر مثبتش در جلوگیری از ابتلا بیشتر و بیشتر مشخص میشه، به خصوص در جاهایی که افراد ناگزیر هستند به حضور، و این ماسک میتونه خیلی کمک کننده باشه. البته 100% نیست، یعنی نباید این در واقع احساس کاذب دست بده که وقتی اگر من ماسک میزنم پس اجازه دارم به هر محیطی و هر جایی برم و با هر کسی تماس داشته باشم. درصدی میتونه این احتمال ابتلا رو کاهش بده، اما همراه باید باشه با فاصله گذاری اجتماعی. به هیچ عنوان نباید به افرادی که لازم نیست نزدیک بشه آدم و فاصله 2 متر حتما رعایت بشه و همچنین در محیط های عمومی. پس ماسک بسیار مهم هست، تاکید هم هر روز بیشتر و بیشتر در جلوگیری از بیماری میکنه این ماسک زدن ماسک، و باید بیشتر از این بهش توجه بشه. آقای عطایی، در شرایط فعلی که در ایران داریم که ظرفیت بیمارستان ها داره پر میشه، چقدر از این مسئولیت متوجه دولت، چقدر متوجه مردمه، یا چقدر بار، کدوم یکی بار بیشتری از مسئولیت رو به دوش میکشن؟ خب در تایید فرمایشات شما، ما داریم میبینیم که هیچگاه از شروع شیوع کرونا تا الان ما همچین بحرانی رو باهاش مواجه نبودیم. آمبولانس هایی که سطح شهر میخوان بیمار تخلیه بکنن جا برای تخلیه ندارن، داروهایی که مورد نیاز هست برای درمان زود بنگام اصلا در دسترس نیست، بیماران خوب درمان نمیشن به دلیل این کمبودهای تخ و کمبود مواد اولیه، و از طرفی ورودی بیماران به بیمارستان ها بسیار بیشتر از خروجی و مرخص شدنشون است. در این وضعیت ابلاغ این پروتکل ها بسیار بسیار مهم هست، اما مهمتر از اون تضمین در اجرای اون هست. روی کاغذ ما از ابتدا دیدیم بسیار این توصیه ها شده، اما اگر دیدیم که واقعا دولت مصرانه وایستاد در اجرای اون، اگر دیدیم همونطور که در جلو مردم اون گارد صف میکشن، در جلو انتشار این بیماری هم صف کشیدن و اجازه دادن افراد بدون ماسک، افرادی که رعایت نمی کنن وارد اجتماع بشن، اونجا می بینیم که قدم مثبتی داره برداشته میشه و امیدوار میشیم. در اینجا جایی که حساسیت مردم کم شده، جایی که به دلیل طولانی شدن مردم خسته شدن از اجرای اون، اینجا نقش دولت بسیار پررنگ تر هست. باید ضمانت های اجرایی و قضایی برای این پروتکل ها انجام بشه، و از طرفی مردم هم باید به خودشون بیان. واقعا مرگ در یک قدمی همه ما
ماها و خانواده ها، میان سال ها و کهن سال های ماست. اینجا نقش دو طرف هست، مردم و مسئولین. اما نقش مسئولین به عنوان کسانی که باید ضمانت اجرای این پروتکل ها را انجام بدن در این برهه از زمان بسیار پررنگ تر هست. ممنونم از شما دکتر محمد کاظم عطاری بود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا قرار امروز یک گردهمایی انتخاباتی برگزار کنه. سه هفته مونده به انتخابات، تیم آقای ترامپ در تلاش برای کم کردن فاصله او با جو بایدن نامزد دموکرات هاست که در نظرسنجی ها پیشتاز است. دونالد ترامپ در اولین مصاحبه تلویزیونی بعد از ابتلا به کرونا گفته حالش خوبه و دیگه دارو مصرف نمی کنه، اما هنوز معلوم نیست آیا آزمایش ها عاری بودن او از ویروس کرونا را نشون میده یا نه. باران عباسی گزارش میده. معاون رئیس جمهوری آمریکا در آریزونا. گردهمایی‌های انتخاباتی حزب جمهوری‌خواه که در چند روز گذشته بدون حضور دونالد ترامپ برگزار شده. اما رئیس جمهوری آمریکا در اولین مصاحبه تلویزیونی بعد از ابتلا به کرونا میگوید برای بازگشت بین هوادارانش آماده است. در حال حاضر هیچ دارویی مصرف نمی کنم. از حدود 8 ساعت پیش هیچ دارویی مصرف نکردم. اینطوری حالم بهتره چون از دارو خوشم نمیاد. اما آیا بهبودی کامل او با آزمایش‌های جدید ثابت شده؟ دوباره آزمایش دادم ولی هنوز جوابش رو نمیدونم. اما میدونم یا کاملا از ویروس پاکم یا پایین‌ترین میزان رو دارم. این مراسمی است که به نظر می‌رسد باعث شیوع کرونا در کاخ سفید شد. دو هفته پیش هنگام اعلام نامزدی قاضی ایمی کونی برت برای عضویت در دیوان عالی آمریکا، دکتر آنتونی فاوچی، کارشناس ارشد ویروس شناسی و مدیر برنامه مقابله با کرونا در آمریکا، از کاخ سفید برای برگزاری این مراسم انتقاد کرده. آقای فاوچی گفته این مراسم ویروس را در ابعادی بزرگ اشاعه داده. مراسمی که در آن بیشتر شرکت کنندگان ماسک به صورت نداشتند و خبری از حفظ فاصله فیزیکی نبود. 11 نفر از حاضران اینجا به کرونا مبتلا شدند. اما حالا پزشکان رئیس جمهوری گفتند مانعی برای حضور او در مراسم عمومی وجود ندارد. در شرایطی که گردهمایی‌های بزرگ در پایتخت آمریکا ممنوع است، قرار است دونالد ترامپ امروز از بالکن کاخ سفید با هوادارانش صحبت کند. تصمیمی که انتقاد جو بایدن، رقیب آقای ترامپ را به دنبال داشته. اگه به من بود نمی‌رفتم، مگر اینکه مطمئن می‌شدم ماسک زدن و فاصله فیزیکی رعایت میشه. من همین الان خوندم که مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری گفته ماسک زدن در وسایل نقلیه عمومی باید اجباری باشه. هر روز 40,000 مورد ابتلای جدید شناسایی میشه، اما کاخ سفید مانعش شده. این مرد چشه؟ جلو بودن آقای بایدن در نظرسنجی ها اما به نظر می رسد دونالد ترامپ را در برگزاری گردهمایی های انتخاباتی مصمم کرده. مخصوصا که دومی مناظره بین دونالد ترامپ و جو بایدن که قرار بود این هفته برگزار شود رسما لغو شده. مناظره ای که مسئولان برگزاریش می خواستن مجازی باشد، اما آقای ترامپ نپذیرفت. تجمع‌های هواداران دو نامزد اما در شکل‌های مختلف همچنان ادامه دارد. در این میان نگاه‌ها به آخرین مناظره بین دو طرف که قرار است کمتر از دو هفته دیگر برگزار شود. فرصتی برای قانع کردن گروه کوچکی از آمریکایی‌ها که هنوز نمی‌دانند به چه کسی رأی خواهند داد. هر کس این رأی دهندگان را قانع کند، سفری بی خطر به کاخ سفید خواهد داشت. باران عباسی، بی بی سی. آتش‌بسی شکننده در منطقه قره‌باغ از امروز ظهر به وقت محلی به اجرا در اومده. وزیران خارجه جمهوری آذربایجان و ارمنستان دیروز بعد از ساعت‌ها گفتگو در مسکو بر سر آتش‌بس به توافق رسیدن. جیهون بایراموف، وزیر خارجه جمهوری آذربایجان، میگه مدت این آتش‌بس بستگی به مقدار زمانی داره که صلیب سرخ برای جمع‌آوری اجساد بجامانده نیاز داره. همزمان هر دو کشور یکدیگر رو به نقض آتش‌بس متهم کردند. جزئیات بیشتر در گزارش فؤاد مسیحا. آتش‌بسی شکننده بعد از دو هفته درگیری مرگبار. سربازان جمهوری آذربایجان و ارمنستان از امروز ظهر به وقت محلی دست از ماشک کشیدند. هرچند هنوز هیچ نشده، هر دو طرف یکدیگر را به نقض آتش‌بس متهم می‌کنند.
توافق آتش‌بس دیروز اینجا به دست آمد. بعد از 10 ساعت گفتگو در مسکو و با میانجیگری روسیه. به گفته سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، ارمنستان و جمهوری آذربایجان بر سر چند مورد توافق کردند. آتش‌بس موقت به دلایل بشردوستانه، ایجاد فرصت برای مبادله اسیران جنگی و تحویل اجساد کشته شده ها و آغاز گفتگو برای حل مسالمت‌آمیز مناقشه قره‌باغ. دعوا بر سر مالکیت قره‌باغ زخمی کهنه در روابط دو همسایه است. نه تنها در سیاست و دیپلماسی که حتی تا دل مردمان دو سرزمین هم ریشه دوانده. از همین رو شاید خبر آتش بس برخلاف خیلی دیگر از کشورهای جنگ زده چنگی به دل ساکنان اینجا نزده. با کمک خداوند همه چیز درست میشه. من به پیروزی باور دارم. ما پیروز میشیم. حالا یا از راه صلح‌آمیز یا از راه جنگ. ما به فرمانده معظممون باور داریم. عده دیگر حتی از این فراتر چیزی جز ادامه جنگ نمیخواهند. ما آتش بس نمیخواییم. اونا بعد از خاک ما برن بیرون. باید برن و بذارن مردم ما در شرایط عادی زندگی کنن. این تنها چیزیه که میخواییم. و این دیشب بیروت، تجمع ارمنی های ساکن لبنان. گزارش شده که عده زیادی از آنها برای جنگیدن به ارمنستان رفتند. من به ارمنی ها و جوانانی که در ارمنستان می جنگند تعظیم می کنم. اونها از سرزمین و عزتشون در برابر حملات ترکیه آذری دفاع می کنند. حملاتی که هدفش بیرون کردن ارمنی ها از سرزمینشونه. این سرزمین ارمنیه. من به اونایی که دارن می جنگند تعظیم می کنم. جوانهای ارمنی زیادی برای جنگ رفتن. اونا آمادن تا در راه سرزمینشون شهید بشن. لبنان خونه ماست و فراموشش نمی کنیم، اما ارمنستان در خون ماست. جنگ دو هفته‌ای در قره‌باغ تا همین امروز صبح هم به شدت ادامه داشت. گزارش شده که تا حالا دست کم 400 نفر از هر دو طرف در این جنگ کشته شدند و صدها نفر زخمی و هزاران خانواده‌ای که اگر آتش بس دوام هم بیاورد و آتش جنگ هم خاموش شود، زندگی اینها دیگر هیچ وقت به روزهای پیش از جنگ بر نخواهد گشت. فؤاد مسیحا، بی بی سی. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که بی بی سی فارسی رو انتخاب کردید.